vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. اگه حالم خوب نشه اون میتونه ایگیتو بگیره. خیر باشه، کی میگیره؟ کی میدتش؟ اینو تو اون کاغذی که نذاشتی بخونم نوشته. نگران نباش، فقط حرف مفت بود. خیلی خوب، دیگه طاهر بدش به من. بهت نمیدم، اینم نمیدم، ایگیت هم نمیدم. چی کار میکنی دیوونه؟ آره دیوونم، خودت که میدونی. تو هم دیگه همچینم سالم نیستی. به جمع ما خوش اومدی. مال من استرس بعد از حادثه است، به خاطر اونه. نفهمیدم حالتی که برای من پیش اومده، بهش میگن استرس بعد از حادثه. اون دیگه چیه؟ باقی مونده یه اون چیزایی که تجربه کردم. واسط پیش اومده ولی میگذره دیگه. آدما دوچار چیزایی میشن که ازش میترسن، تحملش براشون سخته، ولی بازم تجربهش میکنن. بعد از اتفاقات بدی که میفتن یا تجربه های تلخ، مثل خشونت در حد مرگ یا تجاوز، کسی که ازش میترسه بازم براش تکرار میشه. تو خیلی قوی هستی. نفس، لطفاً بهم بگو کابوسایی که میبینی همین چیزان؟ به خاطر همین گفتی که اگه بشنوی دیوونه میشی؟ وداتو میبینم رو اون تخت تاریک شکنجم میده، میبینم که دارم زایمان میکنم. تا تو اون اتاق با دستبند تنها، دکتر ازم پرسید اینکه ایگیت بچه یه حاصل از تجاوزه، رو احساساتم نسبت بهش تأثیر گذاشته یا نه. غلط کرده مردی که، ایگیت بچه یه تجاوز نیست، ایگیت یتیمه. اون بیشرف هم به تو دست رازی کرده، همین که میخواد حالا بچه تو بگیره. زندگی اون عوضی رو جهنم میکنم. اون بچه یه یتیمه، اگه نباشم من میدونم چطوری یتیمش کنم. طاهر ما خوبیم، ایگیت هم خوبه. ایگیت داداش طاهرشو داره. اون بیشرف بابای ایگیت نیست، اون مردی که نمیتونه ایگیتو از تو بگیره. فهمیدی؟ از ما نمیتونه، از ما. دورت بگردم، تو دیگه چه جور زنی هستی؟ تو با این حالت خودت
طوفان درون منو آروم میکنی؟